دیدار این هفته اوزیل نامی وزیر امور خارجه بخش ترک نشین جزیره قبرس نخستین دیدار از این نوع است. بخش ترک نشین قبرس هم با ترکیه و هم با اسرائیل مناسبات اقتصادی و سیاسی نزدیکی دارد و این سفر نیز نشانه ای از نزدیکتر شدن اسرائیل و ترکیه در یک رشته مسائل منطقی از جمله چگونگی برخورد با دولت خودخوانده اسلامی در سوریه و عراق تلقی شده است. نامی به تایمز اسرائیل گفته است اطمینان دارم رابطه اسرائیل و ترکیه بهتر می شود به زمان نیاز دارد حجم مبادله اقتصادی دو کشور بسیار بالاست آقای نامی به این روزنامه اسرائیلی صریحا گفته است بخش ترک نشین جزیره قبرس همه سیاست هایش را با آنکارا هماهنگ می کند و سفر من به اسرائیل هم باید در همین چشمنداز دیده شود. یادآوری کنیم که همین روزنامه اسرائیلی در تاریخ 31 اکتبر در مقاله بلندی از حضور جپت و نصره وابسته به القاعده در بلندی های جولان خبر میدهد و می نویسد این گروه تون روی سنی در حال حاضر به نوعی متحد اسرائیل است و عمدتا حمله متوجه رژیم بشار اسد و الله لبنان است. روزنامه می افزاید موضوع قابل توجه همزیستی اسرائیل با این گروه تنروی سنی مذهبی است که داعش از دل آن بیرون آمد و اکنون بخشهایی از عراق و سوریه را در کنترل دارد جبهت و نصره که در بلندی های جولان پایگاه مستحکمی برای خودش درست کرده است ورود و خروج از مرزهای اسرائیل به داخل بلندی ها را به شدت کنترل می کند و این خبر خوشی برای اسرائیل است. اما اسرائیل باید هوشیار باشد چرا که در بلند مدت این گروه در واقع همان نقش دولت اسلامی را عهدهدار خواهد شد سفر مقام بلندپایه ترک قبرس به اسرائیل همکاری جبهت نصره با اسرائیل در مرزهای جولان و بیمیلی آنکارا به پیوستن به اعتلاف جهانی در نبرد با داعش همه و همه به اعتقاد تحلیلگران و رسانه های اسرائیلی نشان دهنده مناسبات هرچه زودتر تلاویو آنکارا و فاصله این دو کشور با دولت های غربی در زمینه مبارزه با دولت خودخوانده اسلامی قلمداد می شود سارا فردا صدای آمریکا